بینندگان عزیز، با تقدیم مهر و محبت به حضور شما، امیدوارم که همواره سالم و سلامت باشید و ایام خوبی رو داشته باشید. یکی از مشکلاتی که ما در جوامع استبداد مذهبی و سیاسی با اون روبرو هستیم و در تاریخ هم اون رو ملاحظه می‌کنیم، این است که به خاطر نبودن آزادی بیان و نگارش، مطالبی که در این جوامع گهگاه ظهور می‌کنند، عاری از هر گونه حقیقتی هستند. این مسئله در قضیه تاریخ نگاری در ارتباط با ایران بسیار نقش متاسفانه مهمی رو ایجاد کرده و ما می‌بینیم که در تاریخ ایران بسیاری از مداحان و کسانی که به خاطر مواجب به اصطلاح قدیمی‌ها که از دولت می‌گرفتند مطالبی رو نوشتن، این مطالب عاری از هر گونه ارزش تاریخی است و اکثرا تصورات واهی است، فقط برای خوشنودی افرادی که در قدرت و در منصب بودند. از جمله این افراد شخصی است به نام سپهر کاشانی که کتابی رو نوشته به نام ناسخ التواریخ، کتاب مفصلی است و چیزهایی از خودش بافته در مورد حکام قاجار، لقب از جمله کسانی است که اصطلاح قبله آدم رو به ناصرالدین شاه میده در دورانی که خب ایران در قهقرا زندگی میکرده از نقطه علم و تمدن، و او ناصرالدین شاه رو فرد خیلی با کفایت اینها معرفی میکنه و مطالبی از این قبیل. اما مهمتر از آن این هست که مطالبی که در ارتباط با ظهور آیین بابی و بعد اثراتش در آیین بهائی مینویسه کاملا عاری از حقیقت است و اوهامی است که او فقط برای خوشنودی کسانی که مواجب رو به میدادن، حقوق میدادن، اینها رو به هم سرشته. از شما دعوت میکنم که به مصاحبه ما با آقای دکتر نادر سعیدی که تحقیق خیلی جالب و بدعی در این زمینه کردند و این رو با ما مطرح خواهند کرد، توجه بکنید و بعداً با هم خواهیم بود. دکتر سعیدی، خیلی سپاسگزاری می‌کنم که باز دعوت ما را قبول کردید و امروز به ما ملحق شدید که درباره یه موضوع جالب دیگری با هم گفتگو داشته باشیم. خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم. من هم خوشحال هستم از بودنم در اینجا. قربان شما. شما تحقیق جالبی کردید درباره نقش یکی از منابع تاریخی دوره قاجار، ناسخ التواریخ، و اینکه این در افکار عمومی چه تأثیری گذاشته، به خصوص در ارتباط با آیین بابی و آیین بهائی. خواستم خواهش کنم شروع بکنید به بحث در این موضوع. با کمال میل. کتابی که ما در موردش صحبت میکنیم ناسخ التواریخ هست، البته همراه با اون کتاب دیگری به نام روضت الصفا. اینها اولین کتاب هایی هستند که به دستور ناصرالدین شاه در ارتباط با تاریخ قاجار نوشته میشن و هدف این دو کتاب این است که تاریخ قاجار را مطرح کنند، اما در این حال منظور تملق و مدیحه پادشاهان قاجار هست، به خصوص ناصرالدین شاه و نخست وزیر وقت که میرزا آقاخان نوری بود. به همین علت اگرچه مسائل تاریخی بسیار مفیدی در این کتاب ها پیدا میشه، اما همه اینها را باید در چارچوب این واقعیت نگاه کرد. برای همین هر جا که این کتاب‌ها منافع خودشون را در خطر می‌بینن، یعنی فکر می‌کنن اگر حرفی بزنن که ناصرالدین شاه خوشش نیاد یا میرزا آقاخان نوری خوشش نیاد یا دیگر محور قدرت یعنی آخوندها خوششون نیاد، در اون صورت به طور عمدی اون مطالب را دست به تحریف میزنن و به گونه ای سخن میگن که اینها خرسند بشن. به عنوان مثال هر دو کتاب با بیشرمی کامل توضیح میدن که امیر کبیر پاش درد میگیره، مدت 40 روز پادرد داره و به طور طبیعی فوت میکنه. خب علت این که آگاهانه این دروغ را میگویند البته این است که میدونن که ناصرالدین شاه نمیخواد که واقعیت این مسئله که
امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه نابخردانه و ظالمانه کشته شده این آشکار بشه. یا اصولا در سرتاسر این دو کتاب مطلبی که میبینید اینه که ایران قرن 19 هم که توسط حکام قاجار داره رهبری میشه پیشرفته در این کشورهای دنیاست، اینها بزرگترین و عادلانه ترین، خیرتمندانه ترین، با کفایت ترین رهبران تاریخ سیاسی جهان هستند. اصلا کسی این تصور به مغزش نمیاد که ایران قرن 19 هم دستخوش یک اشکالات بنیادی هست و خطری به وجود اومده به عنوان یک دنیای مدرن و جهان غرب، و اینکه ایران از جهات‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژی و غیره دچار خیلی دشواری‌های عمده است. هیچ کدوم از اینا نیست. برای هدف این است که به گونه ای سخن گفته بشه که اینها خوششون بیاد. اما در یک مورد هست که هرچه اینها می نویسند دروغ هست و به طور عمدی مشغول هستن به تحریف تاریخ، و اون موقعی است که در مورد باب و نهضت بابی سخن میگن. ناسخ التواریخ 10 سال پس از ظهور باب نگارشش آغاز میشه و 13 سال پس از ظهور باب، یعنی در 1857 به اتمام میرسه. این است که از نظر نقطه زمانی خیلی نزدیک هست با ظهور باب. نقش این کتاب و روزت و صفام در بررسی هاش در مورد آیین بابی خیلی متأثر از ناسخ التواریخ. اینه که من بیشتر بحث دادم ناسخ التواریخ و نویسنده او سپهر میگذارم. در این کتاب هست که ما میبینیم که چون به عنوان یک پدیدار تاریخ نویسی داره مطرح میشه و نه به عنوان یک پدیدار مغرضانه مذهبی، به همین علت حتی روشنفکران عرفی ما هم اینها هم اومدن اعتماد کردن به این کتاب، و بنابراین تخیل ایرانی تا حد زیادی در ارتباط با آیین بابی و بعداً آیین باهایی بر اساس مقولات و مسائلی که دروغ پردازی هایی که در این کتاب مطرح میشه شکل گرفته. بنابراین واقعا دیگر پردازی از بابیان و باهاییان تا حد زیادی با این کتاب آغاز میشه، هنوز هم نقش عمده و محوری داره. من اگه اجازه بدید به چند تا مثال کوچیک اشاره میکنم برای اینکه در مدت بسیار کوتاهی که ما داریم اساسا فرصت چنین بحثی نیست. من مقاله بسیار بسیار مفصل در این مورد نوشتم در مورد ابعاد مختلف بحث‌های ناسخ التواریخ در ارتباط با نهضت بابی، و هیچ کدومش رو نمیتونیم اینجا با هم بررسی کنیم، اما فقط به عنوان یک بحث اختطافی چند نکته عرض میکنم. اول اینکه از نظر تاریخ نوشتن این نویسنده کوچکترین اطلاعی نه از تاریخ زندگی باب داره نه با آثار باب آشناست، و اما به جای اینکه اعتراف کنه که نمیداند و یا در این مورد سکوت بکنه، اجازه میده به خودش که خیال بافی کنه و هر جایی که به خاطر نادانیش در اون مورد اطلاعی نداره از طریق تخیل مسائل رو میپردازه و هم ربط میده و در ظاهر یک مجموعه پیوسته ای از حوادث داره مطرح میکنه. مثلا برای شما میگم، می نویسد که باب به بوشهر میره و بعد از بوشهر به کربلا میره، چند سال در کربلا هست. در این موقع که باب در کربلا هست رئیس شیخیه یعنی سید کاظم رشتی فوت میکنه، باب بازم در کربلا هست. بعد از وفات سید کاظم رشتی باب میرود به مسجد کوفه، 40 روز در اونجا اعتکاف میکنه و پس از اون میاد ادعا میکنه که قائم هست و یک پیامبر جدید هست و میاد احکام اسلام رو همه نسخ میکنه و احکام بیشمار جدیدی وضع میکنه، و اونگاه از کربلا به مکه میره و پس از اون به شیراز از طریق بوشهر به شیراز خواهد رفت. ببینید در همین
بحثی که داره ناسخ و تواریخ میکنه، هر چی که این میگوید غلط است، یعنی از نظر تاریخی. باب البته به کربلا میره، مدتی کمتر از یک سال در اونجا هست، ولی بعد به شیراز باز میگرده. و اینه که این 4 سالی که داره ناسخ و تواریخ این خیال بافی ها رو میکنه، باب اصلا در شیراز هست، برمیگرده به شیراز، در شیراز ازدواج میکنه، داره فرزندی میشه، فرزندش فوت میکنه در کودکی، و اون کسانی که میرن در مسجد کوفه اعتکاف میکنن، البته شاگردان سید کاظم رشتی هستن که پس از فوت او، برای اینکه منتظر بودن که ظهور موعودشون ممکنه نزدیک باشه، اینا میرن در مسجد کوفه اعتکاف میکنن، بعد میان به شیراز و اینها به تدریج با نهضت بابی آشنا میشن، جزء پیروان اولیه باب میشن، و بعدن باب به مکه و مدینه هم سفر میکنه و برمیگرده. علاوه بر این که تمام این مسائل خیال بافی های سپهر بود، موضوع دیگر این است که باب در 3 سال اولیه ظهورش، به خاطر اینکه مردم آماده نبودن، به هیچ وجه به طور صریح این مسئله را که او قائم موعود هست و یک پیامبر جدیدی هست اصلا مطرح نکرد. در 3 سال اول مطلقا هیچ حکم اسلامی نسخ نشد، بلکه در نوشته های 3 سال اولیه باب احکام اسلامی هنوز تداوم دارن، به هیچ وجه نسخ نشدن. 3 سال بعد هست، موقعی که باب به کوههای آذربایجان تبعید میشه، که در اونجا در کتاب بیان فارسی، بیان عربی و دیگر آثارش به صراحت مقام خودش رو آشکار میکنه و حالا اسلام رو نسخ میکنه و احکام جدید میاره. ناسخ التواریخ اصلا نمیدونه باب به ماکو رفته، اصلا از این مسئله کوچکترین این خبری نداره. اینی که فکر میکنه باب از اصفهان میاد و تبعیدش میکنن به چهریق و بعد در چهریق هست. ناسخ التواریخ یه گزارش میده که در محاکمه باب در تبریز، که ولیعهد هم ناصرالدین شاه در اونجا حضور داشت، میگه که مثلا این سوالا رو کردن از باب، باب اینطور جواب داد. تمام اینا دروغ است، تمام اینا جعلی است، و به هدف هم این بوده است که البته این تصویر رو بده که باب فردی هست نادان و بیمایه. از جمله چیزهایی که خیلی جالبه اینه که در بر طبق این گزارش سوال میشه از باب که چند سالشه، برای اینکه میخواستن بگن تو که میگی من قائم موعودم، قائم 1000 سال بعد الان عمر داشته باشه، اینه که میپرسن چند سالته، و بر طبق این باب میگوید که من تقریبا 40 سالم هست، و هم بعد ادامه میدن. خب معلومه اینطور نیست، باب در اون موقع 29 سال بوده، حدود 11 سال باب که سنش رو میدونسته. منظورم اینه که اصلا سر تا سر این کتاب دروغ و خیال بافیست. این هم قابل تعجب نیست. ببینید، هم آخونده ها و هم حکام قاجار در این مورد ناصرالدین شاه، اینا از یک تضاد درونی به خصوصی رنج می بردن. از یک طرف اینا هر دوشون باید گریه و زاری می کردن برای اینکه نشون بدن اشتیاقشون رو برای اومدن امام غائب. چرا؟ برای اینکه مشروعیت هر دو بر اساس همین مسئله است، یعنی با انتساب دادن خودشون به قائم موعود و اینکه شیفته قائم موعود هستن، اینجوری مشروعیت پیدا کنن، قدرت سیاسی، استبداد سیاسی و استبداد مذهبیشون پایدار باشه. اما هر دوی اینها وحشت و هراس و نفرت عجیب غریبی دارن از اینکه امام حالا ظاهر بشه. دلیلش اینه که ظهور امام به معنی نفی مطلق مشروعیت تمام علماست و نفی مطلق مشروعیت سیاسی حکام قاجار هست، چون بر طبق اندیشه شیعه رهبر هم سیاسی هم مذهبی باید امام باشه، و با آمدن امام دوران علم میاد، و بنابراین اندیشه علما دیگه میشه جهل، و اینها البته همه کنار گذاشته میشه. واضحه که هم آخوندها و هم ناصرالدین شاه اینا باید از یک طرف تظاهر میکردن به شیفته بودن به امام، و از طرف دیگه بزرگترین خطر و تهدید برای اینا این اندیشه باشه که امام خدای نکرده ظهور بکنه.
و به این جهت هست که همه اینها متحدن در یک نکته، علارغم تضادهای درونی که بین آخوندها و ناصرالدین شاه در مواقعی وجود داشت، هر دو در این مسئله مشترک بودند که ادعای دعوی یک نهضت روحانی جدید را باید بالکل سرکوب کنند. ناسخ تواریخ نویسندش و روزت و صفا هدایت هر دو این را به خوبی می دانند و به همین علت هست که البته خودشون هم تعصبات و نادانی های فرهنگی و مذهبیشون رو دارن، اینه که در این مورد به جای تاریخ نویسی کاری که میکنن همش دروغ هست. من میخواستم اشاره بکنم به منطق کلی ناسخ و تواریخ در مورد آیین بابی، یعنی این تصویر خیالی که داره به وجود میاره بر اساس چه مقوله‌ای. ببینید، مقوله‌ای که برچسبی که روشی که داره به کار میبره اباحه‌گریست. لغت اباحه، ببینید، یک لغت فقهی هست، یعنی تو اسلام بعضی چیزا هست که واجبه، باید انجام بشه، یه چیزایی هست که حرامه، یعنی ابدا نباید انجام بشه، یه چیزایی هست که مباحه. مباح اونه که دست خود آدمه، میخواد انجام بده میخواد انجام نده. حالا حیطه اباحه یعنی اون قسمت‌هایی از رفتارها که بستگی به خود آدما داره، هر کاری میخوان میتونن بکنن، در فقه اسلامی بسیار محدوده. اما این اندیشه اباحه یا اباحه‌گری به این معنی که هر نهضتی که مترقی بود، نوآور بود و تهدیدی تلقی میشد توسط پاسداران سنت، برای اینکه اینا سرکوب کنن، برای اینکه مردم رو بترسونن از اون را متهم می‌کردن به اباحه و اباحه‌گری. یعنی می‌گفتن اینها دارن میگن که در همه چیز هر کاری کردید درسته، یعنی هیچ چیزی به خوبی و بدی وجود نداره، هیچ تکلیفی وجود نداره، بنابراین هر کس هر کاری می‌خواد بکنه. و البته به خاطر عقده‌های جنسی هم که داشتن، معمولاً این مسائل خیلی خیلی تاکید می‌کرد روی مسائل جنسی، یعنی لاابالی‌گری و بی‌بندوباری مطلق جنسی. اما اصولاً مفهوم اباحه و اباحه‌گری در اوج خودش در تاریخ ایران خودش رو به شکل اشتراک در زن و مال نشون میداده و این چیزی نیست که در ارتباط با باب بخواد مطرح بشه. این یه واژه است و یک برچسب و یک روش اندیشه است که در سرتاسر ایران بود. حتی قبل از اسلام هم مزدک رو به همین حرفا متهم کردن. ما هیچی از مزدک و طرفداران مزدک در دستمون نیست، هر چی از مزدک میدانیم اونه که دشمنان گفتن. به احتمال قوی مزدک از عدالت اجتماعی صحبت کرده، به احتمالی از حقوق زنان تا حدی دفاع کرده و در نتیجه توسط سنت پرستای اون زمان متهم شده که هم داره اشتراک زن رو مطرح میکنه هم اشتراک در مال. شیعیان قبل از صفویه، میدونید که شیعیان اقلیت بودن در ایران و سنی بودن و گروه شیعه که خیلی فعال بود به خصوص از نظر سیاسی و موفق هم بود تا حد زیادی، اسماعیلی بودن. شما نگاه میکنید که در بررسی ها و مباحثی که تاریخ نویسا، محققا اون موقع سنی در ایران دارن مطرح میکنن در مورد اسماعیل، اونا رو متهم میکنن به اباحه و اباحه‌گری. این است که یعنی یک مفهوم از پیش ساخته شده آماده است. شما وقتی نگاه میکنید که ناسخ تواریخ چگونه در مورد آیین بابی صحبت میکنه، همش روی این مسئله تاکید میکنه که اومدن و گفتن اباحه، و البته مطالبی که میگه همه ضد و نقیضه. من اگه اجازه بدید بحث خاتمه میدم با یه اشاره خیلی مختصری هم به همین مسئله که اینها یکی از مسائلی رو که باز روش تاکید کردن، همین محاکمه باب هست در تبریز در زمانی که یعنی ناصرالدین شاه هنوز ولیعهد بود. چند هفته این مسئله قبل از این هست که محمد شاه فوت کنه و به زودی ناصرالدین شاه پادشاه بشه. اما مسئله جالب این هست که این ناسخ تواریخ و به دنبال اون بقیه کتاب ها یک چیزایی برداشتن نوشتن که در این مجلس چه اتفاق افتاد. آخه این مجلس سری بود، یعنی آزاد نبود که در به شکل علنی صورت بگیره،
و این همه عمدی بود، برای اینکه میخواستن هر جوری میخوان خودشون توصیف کنن چه اتفاقی افتاد. اما مطالبی که نوشتن، چیزایی که ناسخ التواریخ میگه که مثلا این سوال شد، باب در جواب اینطور گفت و غیره، توسط محققان و پژوهشگران تاریخی مورد سوال قرار نگرفته و اعتماد هم کردن که اینا بوده. اما وقتی شما تحقیق تاریخی میکنید، غیر ممکنه این سوالا و غیر ممکنه این پاسخ‌ها داده باشه، یعنی همش جعل شده و هدف هم این بوده که تصویر بیمایه و نادان از باب بده. من با اجازهتون به دو مثال کوچیک اکتفا میکنم چون فرصت نداریم. یک مثالش خیلی جالب هست، اجازه بدید من اگه این سخن ناسخ التواریخ رو پیدا بکنم با شما در میان میذارم. در اینجا بر طبق ناسخ التواریخ، ملا محمد ممیقانی به باب اینطور میگه، میگوید که یکی از علما گفت که خدای در آیه خمس فرموده فإن لله خمسه، شما ثلثه فرموده اید، از کجا این نسخ شد؟ یعنی این آخوند داره میگه که بر طبق قرآن باید خمس باشه که متعلق به خدا هست، ولی شما در کتابتون گفتید باید ثلث باشه، به جای خمس کردید ثلث، به جای یک پنجم کردیدش یک سوم. این از کجا نسخ شد این حکم قرآن؟ بعد می نویسه از کمال وحشت گفت، یعنی باب وحشتش گرفت، دست پاچه شد، از کمال وحشت گفت ثلث نصف خمس است. حاضران بخندیدند. ملا محمد گفت گرفتیم ثلث نصف خمس است، شما چرا حکم بر ثلث می کنید و حال آنکه خدای خمس فرموده؟ لختی خیره خیره نگریست و پاسخ نداد. ببینید خیلی از بحثا همینطوریه و اینا ساخته شدن برای اینکه بگن که باب فردی بوده نادان و جاهل. حالا این مسئله خیلی جالبه به دلیل اینکه اولا ما به آثار باب که نگاه میکنیم و بنده تمام آثار باب را مطالعه کردم، وقتی شما نگاه میکنین مطلقاً چنین چیزی در سرتاسر آثار باب به هیچ شکلی که کوچکترین ارتباطی داشته باشی با این مسئله، اصلا این واژه ثلث به این اصلا وجود نداره، یعنی مطلقاً این دروغه. مهمتر از اون در این مورد باب کتاب مخصوصی داره، اسمش از رساله فروع عدلیه که احکام عمده فروع احکام را بحث میکنه، در مورد نماز، در مورد روزه، در مورد خمس، در مورد زکات و در مورد جهاد. و این کتاب در دسترس هست، من دارم، در اینترنت خیلی بعضی جاها میشه پیدا کرد و شما فصل خمسش رو که نگاه میکنید دقیقاً همون احکام اسلامی است به همون شکل بدون هیچ تفاوتی. بنابراین این مسئله اتفاقاً یه چیزی که اثباتش یا نفیش از نظر تجربی کار ساده است، یعنی کارش راهش اینه که آدم نگاه کنه به آثار بابی. جالب این است که در ناسخ التواریخ و بقیه این آثار وقتی که پای آیین بابی پیش میاد، هر کس هر ادعایی میتونه بکنه، هر حرفی میتونه بزنه، یک نفر نمیگه آخه مأخذت کجاست، آخه در کدوم کتاب این حرفو زده، عین سخنش چی بوده. هر چه بگویند به خاطر این دشمنی و تعصب قبول میکنن. حالا یک عامل دیگه هم البته هست، اکثر مفسرهای اسلامی گفتن همون آیه‌ای که این شخص، این ملا محمد ممقانی داره روش صحبت میکنه که در قرآن بیان میکنه فإن لله خمسه، اکثر مفسران اسلامی بحث کردن که همین آیه منسوخ هست، هم ناسخ هم منسوخ از دو حکم مختلف دیگه خمس که من واردش نمیشم الان در مورد جزئیاتش، به هر کتاب تفسیری میشه مراجعه کرد. یعنی همین که این شخص میگه که چون خدا قبلا این حکم داده پس این قابل نسخ نیست، این اصلا نمیدانه که خود قرآن نسخ، این که اسلام احکام ادیان دیگر را نسخ کنه، خود قرآن
بیش از 200 حکمش ناسخ خود احکام قرآن نیست. هر کسی با قرآن، هر مسلمان این را میدونه. یک مثال دیگه میزنم و بحثم را به پایان میرسونم. در همین ارتباط با همین بحث، ناسخ التواریخ میگوید که به باب میگویند که اگر تو داره علم هستی به ما بگو که شأن نزول سوره کوثر چیست. و بعد می‌نویسن که باب گفتش به من مهلت بدید یک مقدار فکر کنم، و خب بر طبق اینها مهلت هم داده میشه، اما باب نمیتونه چیزی بگه و بنابراین حاضرین میفهمن که باب چقدر بی سواد هست و میگذرن. حالا نکته جالب اینه که هر کسی که کوچکترین اطلاعی در ارتباط با باب داشته باشه میداند که 2 سال قبل از این باب یک کتاب بسیار مفصلی در تفسیر سوره کوثر نوشته. از شأن نزول که بگذاریم، دقایق ظرایف بحثای عرفانی در معانی گوناگون این مسئله، اینکه پیامبر اسلام داره فرزند پسری نیست و اینکه خداوند داره کوثر را به او عطا میکنه، در اینکه این کوثر چیست و چگونه این غم پیامبر داره مورد تسلی قرار میگیره و غیره، بحثایی که در این کتاب شده اصلا حیرت انگیزه. و بنابراین اصلا این غیر ممکنه که بیان، یعنی بیاد سوال کنن که شأن نزول سوره کوثر چیست، کسی که اون بحثا رو کرده و نوشته 2 سال قبل و این کتاب هم هست کاملا همش حاضره، و با این حال باب نتونه جواب بده، بگی باید به من فرصت بدید که فکر کنم، بعدم هیچی نداشته باشه بگی. مثل همون جریان 40 ساله بودن باب میدونید. و من فرصت ندارم بیش از این وارد جزئیات بشم، اما هدف این بحث من این است که آیین بابی، آیین بهائی، اینها جزی از فرهنگ ایران هستن، تاریخ ایران هستن، که اینا به دست افرادی مثل مؤلف ناسخ التواریخ، روضت الصفا، توسط آخوندها و غیره اینقدر خار و خاشاک ریختن روی این جنبه از فرهنگ ما. و در حقیقت ما از طریق حفاری، یعنی مثل یک پدیداری که باید از طریق باستانشناسی بریم بکاویم و این لایه‌های مختلفی که پنهان میکنه اینها رو کنار بزنیم تا این واقعیت فرهنگی و تاریخی ایران بخواد آشکار بشه، ما باید از این طریق عمل کنیم. و بنابراین تاریخ نویسان ما به جای اینکه تاریخ بنویسن، هدفشون و قصدشون و عملکردشون صرفاً تحریف تاریخ یا پنهان کردن تاریخ هست. اما وقت اون رسیده که ما اتفاقاً شروع کنیم که این لایه ها رو کنار بزنیم و ببینیم که نهضت بابی، نهضت بهائی چی بوده، نقشش در ایران، پیامش چی بوده، و از این طریق البته خودکامگی مذهبی، استبداد سیاسی، اینها رو بتونیم در بلند مدت مورد سوال قرار بدیم که کاری بود که باب میخواست بکنه، کاری که بهاءالله میخواست بکنه، نفی استبداد مذهبی، نفی استبداد سیاسی و ایجاد یک فرهنگ مهر و دوستی در ایران و در دنیا. خیلی ممنونم آقای دکتر سعیدی از توضیحات خیلی شیوایی که بیان فرمودید. ما مشتاقانه منتظر چاپ مقاله شما در این مورد هستیم. براتون آرزوی موفقیت بیشتر میکنم. متشکرم از دعوت. بینندگان عزیز، من شکی ندارم که شما هم از گفتگویی که ما با آقای دکتر نادر سعیدی داشتیم، چون من لذت بردید. آقای دکتر سعیدی، پروفسور سعیدی باید عرض بکنم، تحقیقات مفصلی در زمینه‌های مختلف کردن، حقیقتاً یکی از محققین ارزنده ایرانی هستند. ایشون رشته اصلیشون جامعه شناسی هست، استاد جامعه شناسی هستند، اما تحقیقات ایشون در مسائل فلسفی، در قضایای اجتماعی و تحقیقات دینی و مذهبی و تاریخی خیلی چشمگیر و مفصل هست و کتب و مقالات بسیاری از ایشون در زمینه‌های مختلف به خصوص در ارتباط با فرهنگ و فلسفه خاورمیانه چاپ شده. امیدوار هستم که در آینده هم بتونیم با ایشون مصاحباتی داشته باشیم و همگی از اون لذت ببریم.
همینطور از شما سپاسگزاری میکنم که امروز با ما بودید. جان و روانتان خوش باد.